بچه ببخشید، اینترنت من قطع شد، دانش استریم من قطع شد. تو این فاصله آرش از دست دادیم، ولی جواب دو تا از سوالاتونو داد که من جواباشو یادم نیست. یکی در مورد ویزا کار واسه همسر بود که چی گفت آرش؟ کی یادتشه بتونه کمک کنه؟ شرایط ویزا کاری شبیه ماه. حالا من برای خودم توضیح میدم، برای آرش هم میگم. گرفتن ویزای کار برای خانواده درجه اول، یعنی همسر و فرزندان، اینجا کلن ویزا، به محض اینکه شما ویزای کار میشید به اونا هم میدن. تا برای آلمان حواستون باشه که همتون با همدیگه اقدام کنید، جدا جدا اقدام نکنید که خدای نکرده خانوادتون جدا از خودتون مجبور نشه بیاد، یعنی مجبور نشه شما زودتر بیاید بعد خانوادتون بیان، که این مورد خیلی رایجه. البته این مقدار زیادی هم شانسیه. آیا آرش هم همینو گفتن که شما وقتی ویزای کار میشید تو سوئد به کل خانوادتون ویزا داده میشه. ویزای کاری که توی آلمان میگیرید برای خانوادتون هم ویزای کاری محسوب میشه، یعنی خانومتون، حالا اگه بچه بزرگ داشته باشید، میتونن اونا هم مشغول به کار بشن. فقط تنها تفاوتی که مهمه اینه که من اولش هم اشاره کردم، کسایی که مدرک تحصیلی لیسانس دارن که قابل تبدیل باشه به آلمانی، اون بلو کارت میشه که دیگه یه سری اجباراتی مثل بلد یاد گرفتن زبان آلمانی رو از روشون ور میداره و البته برای اقامت دائم هم تأثیر گذاره. همین من فکر میکنم خلاصه و مفیدش همین قد میشه. خب این از این. یه نکته دیگه هم این که سال دوم که جواب داد چی بود؟ واسه انتقال ارز به ایران بود که آیا از ارز دیجیتال میشه استفاده کرد؟ حالا جوابی که آرش داد اینه که نشد نداره. حالا در حد مثلا 500 دلار 1000 دلار شاید خیلی معمول باشه، ولی رقمش بالاتر باشه یک نظارت خاصی ممکن روی اون فرد صورت بگیره، حتی این پول قبل ترانسفر بلوکه بشه و حالا بپرسن که چرا این پولو دارید تبدیل به ارز دیجیتال میکنید و چرا دارید حالا انتقالش میدید. من اینو بگم راجع به ویزای همسال، سیدم توضیح داد، ژاپن یکم متفاوت هستش. شما که میاین همسرتون ویزای وابسته داره، ویزای وابسته قابلیت کار کردن نداره و برای اینکه این یک مینیمم نهایتی واسه کار در نظر گرفته شده به عنوان وابسته، شما میتونید در نهایت در حد یک دانشجو 20 ساعت در هفته کار انجام بدید که اونم باید اطلاع بدید به هم وزارت، به اداره مهاجرت و اجازه کار بگیرید قبل اینکه شروع به کار کنید. خب بریم سال بعدی. سوالا رو البته الان اسدم برگشته، ولی خیلی هاشو ما دیدم جواب دادیم، سریع بگذاریم از روشون. برای کسانی که متأهل و بچه دار هستن واسه گرفتن ویزا، واسه بچه و همسر که جواب دادیم. از من پرسیدن چند تا بچه داری؟ من با اجازهتون یه دونه بچه دارم. خب چند تا بچه داری سید رو پرسیدن، این که میگن آلمانی ها خیلی خوشگن، درسته اینو سید باید جواب بده؟ هر کی فرهنگ خودشو داره، با ما فرق میکنن دیگه، مثل ما خونگرم نیستن ولی خب نه گرمم هستن. بس دیگه بده. خب بعد برای نوشتن بکند بر اپلیکیشن نود جی اس پیشنهاد میکنید یا لاراول؟ کاتلین. کاتلین سید؟ من نمیدونم. اوکی دونستن زبان انگلیسی کافیه یا باید زبان نیتیف هم یاد بگیریم؟ برای صحبت کردیم. آره برای زندگی فکر کنم در هر کشوری لازم باشه اون زبان اون کشور رو یاد بگیرید. در مورد مالیات که صحبت کردیم، اگه ممکنه در مورد تاثیر زبان توی محیط کار بپرسید. تکنیکالی صحبت کردیم، اینا که صحبت کردیم راجبش. برای کسایی که کار کلا فریلنس بودن و حدود 8 9 سال فریلنس کار کردن، سابقه و رزومه چطور میشه و رزومه ها رو کجا باید فرستاد یا به عبارتی از چه طریقی بهشون دسترسی پیدا کرد؟ خب اینجا ما اتفاقا یک کیسش رو داشتیم، تفاوت خاصی نداره. یک فردی که فریلنس کار کرده و کسی که در شرکت کار کرده تفاوت خاصی نداره،
ولی یک توجه خاصی میشه به مهارت‌های کار تیمی و ممکنه در اون بخش به خاطر حالا اون فعالیتی که کردید یا به خاطر اون حالا کمبودهایی که بوده رد بشید. یعنی اتفاق افتاد، کسی که تنها کار کرده شاید تجربه کدریویو کردن، همکاری با یک فرد دیگه، این موارد رو شاید نداشته باشه. یا کار کردن ما خیلی ابزارا مثلا جیرا این دو چیزا بلد نباشه. دقیقا. سید تو چی؟ من زیاد تجربه راجع به فریلنسی ندارم، نه ببخشید، ولی من فکر می‌کنم کسی که فریلنسی کار کرده بالاخره بتونه پورتفولیو یا رزومه خوبی بر خودش بنویسه و راجع به دستاوردهاش اینا صحبت تو مقالات که از اولش اجاره کردیم خیلی اینا رو گسترده توضیح داد که بیشتر از اون چیزی نه. من فکر کنم همون حالا اوپن سورس های اگه داشته باشه یا اپلیکیشن اینجور چیزا، اگه حالا این سوال بعدیمون هم ببینم ممکنه مربوط باشه، یا امتیاز استک اورفری داشته باشه، فکر کنم این تاثیر داشته باشه. نه واقعا نداره، حداقل اینجا که تاثیر خاصی نداره. حالا شاید برای یک فرد ریویو کننده به طور خاص جالب باشه، ولی در حالت کلیش تاثیر خاصی نداره. تو آلمان چی نه خب اینجا تاثیر داره، اینکه شما فعالیت گیتاب داشته باشید، امتیاز استک اورفلو خوبی داشته باشید، تو رزومتون قشنگ میتونه به عنوان پوان استفاده بشه و روش تمرکز اصلا میتونید بکنید، راجعش حرف بزنید. مرسی مرسی. که با نکته داری اضافه کنی یا اینکه نه تمامه بریم ادامه سوال رو. یه سوال، تست نویسی چقدر تاثیر داره تو استخدام؟ ما میخوایم و میدونم شرکت های دیگه هم نیاز دارن، پس بهتره که حداقل آشنایی باش داشته باشید. دقیقا اینجا هم همینه، یعنی حداقل آشنایی باید داشته باشید. حتی اگه تست هم به طور دائم نمی نویسید، این که بگید من تجربه شو دارم یا علاقه شو دارم خیلی مهمه. و حالا اگه بلد باشتم که عامل یه پوینت مثبت خیلی خیلی بزرگ محسوب میشه. بیشتر دنبال افرادی هستن که چند مهارت رو در حد متوسط بلدن یا افرادی که یه مهارت ولی عالی بلدن؟ من اینجا همین، یعنی واقعیتا بسته به اون نیاز. شاید یه شرکتی باشه، یه تیمی باشه که چند تا مهارت رو بخواد، یه تیمی هم باشه که فقط یه مهارت رو بخواد، که اصلا مهم نیست، یعنی بسته به جا پوزیشن، بسته به تیم. سید تو چی نظری داری؟ اینجا هم همینه، فرقی نمیکنه، هم فول استک میخوان هم تخصصی روی دونه روی قضیه. حتی روی اندروید هم ممکنه مثلا بگن فقط کامرای اندروید میخوان، ولی هستن کسایی هم که میگن ما فول استک میخوان، جفتش هست. خب بسیار عالی. این سوالا فکر کنم که جواب دادین. پروسه گرفتن جاب آفر و ساکن شدن تو چقدر طول کشید و میزان هزینه که توی مدت کردین چقدر شد؟ اگه نکته‌ای دارین اضافه کنید که فقط همون گاید به صورت حالا کلی بگم، یه حد 2 ماه هزینهاتون رو همراهتون داشته باشید بد نیست، باقیش دیگه خیلی نه هزینه خاصی داره نه خیلی دردسر خاصی داره. سایت نومبیو هم هست اگه اشتباه نکنم، هزینه های حدودی رو هر شهری رو نوشته، مخصوصا اروپاش خیلی دقیقه، برید ببینید. اگه تو ایران زندگی کنید معادلش رو در بیارید، حدودی دستتون میاد که چقدر تو ماه شما هزینه دارید، به اضافه یه عدد بزرگی بکنید، چون اولا اونجا که وارد میشید خب هزینه هاتون اولیش بالاست، و به اضافه هزینه اجاره خونه که باید بابت اون خونه که حالا حدوداً قراره توش زندگی بکنید. من فکر میکنم همینجوری دستتون بیاد، چون برای خودم همینجوری دستم بود. میشه چیز کنی؟ یه بار یه اسم سایت ها دقیقتر میگی که بچه ها بفهمن. بذار لینکشو میفرستم. سایت نمبه او اگه بزنید اصلا برلین اکسپنسز اصلا براتون میاره، اولین سایتی که براتون میاره. سوال بعدی هم راجع به همین هزینه هاست. هر سایت یه دونه چقدر لیت کد زدین برای مصاحبه؟ اگه اصلا روی اینا خیلی تمرکز دارن؟ من اگه بخوام بگم، اولش توضیح دادم که مصاحبه ها به 2 دسته تقسیم میشن از زاویه دید من. شرکت های خیلی بزرگ که تمام تمرکزشون روی الگوریتم و دیتا استراکچره، که خب مثلا روند مصاحبه شون متفاوته، و شرکت های متوسط رو به پایین که خب شاید مثلا یه سوال الگوریتمی بپرسن، که سراغ دارم توی تهران هم همین قضیه وجود داره.
دو سه تا شرکت این کار رو میکنن. به نظر من اگه دارید برای شرکت های متوسط رو به بالا یا رو به پایین دارید اقدام میکنید، درگیر الگوریتم نشید. اگر وقت اضافه آوردید برای مطالعاتتون، برید یه نگاهی بندازید که دیتا استراکچرها چی هستند و چی جوری کار میکنن. هرچند که به نظر من همه باید بدونن که آقا مثلا هش مپ چیه، لینک لیست چیه، چیزای این شکلی رو همه باید بدونن فرداش. اما اینکه تمرکز مصاحبه باشه رو میتونید ازشون بپرسید. تو کدینگ تو اینترویو هم ساجست میدی؟ یعنی میگی بچه‌ها اونو بخونن یا ببینن؟ متوجه نشدم. یه سورسی یادم گفته بودی کدینگ تو اینترویو، همچین چیزی بود، یه کتابی بود. آها آها آها، اون کتاب کرکینگ دی کدینگ اینترویو، اصلا به عنوان اطلس یا کتاب مرجع مصاحبه های کدینگ یا الگوریتمیه، که خب قبلا هم بهش اشاره کردم، اگر میخواید وارد برای شرکت های بزرگ اقدام کنید باید با اون کتاب میتونید شروع کنید، و لید کد، یعنی باید لید کد رو بالا پایین بخونید، حلش کنید، که البته دوستان زیادی راجبش حرف زدن، میتونید برید هم ویدیو ببینید هم بخونید هم اطلاعات کسب کنید. خب کیوان تو چی نظری داری؟ اینجا هم تقریبا همینه که سید گفت، واسه شرکت های بزرگتر مثل گوگل، آمازون شاید نیاز باشه، ولی برای باقی شرکت ها اکثرا خیلی درگیر نمیشن. اینه که همون نیاز های کلی، همون صحبت های کلی راجع به اکسپریانستون، راجع به اون تجرباتی که دارید کفاف میده. بسیار عالی. سوال بعدی این که از چه سورس هایی شرکت هایی که رزومه ارسال کردین رو پیدا کنین؟ از چه فکر کنم کیوان که اینو نمیتون جواب بده، ولی سید میتون جواب بده. بارها گفتیم لینکدین، گلستور، حتی استکر فلو، اینا فکر کنم بهترین جاها باشن. البته من استثنان تو گیت هاب هم یه مورد پیدا کردم، منتها این رسمی نیست، ولی خب وقتی تو پروژه های متفاوت سرک بکشین یا شرکت کنی بهتون میخوره. ببخشید اینم بگم، برای شرکت های بزرگ میتونید سوراخ سنبه های اینترنت هم موقع شغلی پیدا کنید. گوگل هر چند وقت یه بار توی دودلاش یه چیزی میذاره که مثلا اگه کشفش کنید بهتون یه موقعیت شغلی، شانس موقعیت شغلی بهتون میده، که اونا خب دیگه مدارش متفاوت. خب سوال بعدی این که در مورد فرآیند مسابقه فنی پرسیدن، در مورد فرآیند مسابقه فنی بپرسین چقدر وقت گذاشتین آماده بشین، مثلا دیت کد اینا چطوری زدین، اینم که توضیح سید داد، ولی اگه نکته تکمیلی داریم میتونین سید اضافه کنین. من چیزی ندارم، ولی خب حدوداً برای من 2 ماه طول کشید. ولی اینکه کلاً شما باید در حال آماده شدن باشید، این نیست که بگیم خب بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم برای مصاحبه بخون، نه، کلاً باید در یه سطح آمادگی بالایی قرار داشته باشید. و چون راجع به محیط کاریتون میپرسم و راجع به خودتون میپرسم، بهتره که این دوتا رو هم خوب بشناسید. کیوان تو چی؟ تو هم زمان گذاشتی که آماده بشی؟ دقیقاً من زمان خاصی نذاشتم، ولی خب این زمان از قبل گذاشتم که با کاتلین کار کنم، آشنا بشم. اینه که حرفی که سید میزنه کاملا درسته، این زمانی نیست که شما بخواین، حالا شاید برای مسابقه فنی که با شرکت بزرگی دارید مثل گوگل یا فیسبوک بشینید یه سری ریسورس ها رو مطالعه کنید، ولی کلا برای برنامه نویسی باید همیشه آماده باشید، همیشه در حال مطالعه و پیشرفت. سوال بعدی این که پرسیدن که توی نروژ شرط کار چطوره؟ اگه سید اطلاعی داری میتونی توضیح بدی که بگو، ولی فکر کنم نه، من اطلاعی ندارم. خب سوال بعدی اینه که من از اول نبودم، ولی میشه برنامه روزانه‌شون و وقتی ایران بودن و باعث پیشرفتشون میشد بهمون بگی؟ میخوام یه دیدی داشته باشم. سید تو بگو بعد بریم کیوان. من والا برنامه خاصی نداشتم دیگه، میرفتم سر کار کار میکردم، میومدم خونه، حالا چیزای اضافه تر رو میخوندم. برنامه آنچنانی نداشتم، هرچند اینجا بیشتر دارم رو برنامه کار میکنم، ولی عادی بود دیگه. مطالعه بعد همیشه داشته باشیم و من معمولا مطالعه دارم، سعی میکنم حداقل داشته باشم. از اخبار روز با خبر باشید، اخبار گوگل با خبر باشید. اگر بتونید پرسونال برندینگ کنید زندگیتون خیلی شیرین و راحت تر خواهد شد. بعد توی کار موقعیت شغلی که دارین، حتی اگر فاجعه است، چون خودم تجربهش کردم میگم، حتی اگر فاجعه است
باز میتونین ازش دستاوردی بیرون بکشید که بعداً به دردتون میخوره، و این نیست که مثلا بگید الان این کاری که من دارم میکنم بیفایده است یا به درد نمیخوره. همین، من همین رو فهم میتونم بگید. کیوان جان من برنامه نمیتونم خیلی ارائه بدم، بچه هستید؟ هم ببخشید اینجا سیاه شد صفحه. من برنامه نمیتونم خیلی ارائه بدم چون کلن زندگی خیلی بی برنامه داشتم، ولی چیزی که هست همیشه سعی کنید بیشتر از اون چیزی که حالا ازتون خواسته میشه خودتون در حد ماکسیموم توان خودتون انجام بدید. نمیگم خودتون رو برن اوت کنید، نمیگم هر روز استادی کنید چون من خودم این کار نکردم، ولی همیشه به اون کاری که انجام میدادم قانع نبودم، دنبال این بودم که حالا یه کاری رو به بهترین نحوی که میتونم انجام بدم و همین روند رو توی تیم خودمونم داشتم، همین جام داشتم. شاید کاری که ازم خواسته میشد خیلی ساده بود، ولی اون کارها رو بهتر از اون چیزی که میخواستن انجام دادم و نتیجهش هم بلا فاصله دیدم. اسد فکر کنم نیست دوباره. هستی اسد؟ سوال بعدی. آره خوب هم. سوال بعدی رو بخونیم. زبان در چه سطحی باید باشه؟ برخی دوستان من میگن در سطح رسوندن مفهوم کافیه، ولی با توجه به صحبتهایی که شد به نظر میرسه باید خیلی مسلط به زبان. اینو خیلی مفصل صحبت کردیم دیگه که تا چه حدی نیازه، بستگی به خودتون داره اینا. کیوان اگه چیزی داری میخوای اضافه کنی بگو. شرکت خوب اگر برای ریموت اندروید میشناسید بگید، من متاسفانه نمیشناسم. همون سورس هایی که گفتیم و بگردید زیاده، فکر میکنم پیدا میشه. البته برای ریموت شما میتونید remote.io هم نگاه بکنید اگه اشتباه نکنم، هست سایت های دیگه ای هم هستن. کیوان شما میتونید راهنمایی کنید؟ اینو وصلش کنیم به سال بعدی. کلن ریموت پوزیشن های زیادی هستن، توی حالا همون استکورفلو من دیدم، ولی ژاپن به خاطر شرایط کاری، قوانین کار، امکان ریموت کار کردن به راحتی وجود نداره. اینه که متاسفانه همچین پوزیشنی نیست در ژاپن. خب در مورد هزینه ها تا گرفتن جاب آفر و ویزا که فکر کنم صحبت کردیم یه مقداریشو، من در مورد ویزا فقط بگم من یه هزینه های ترجمه داشتم، هزینه خود ویزا بود، هزینه بلیت پرواز و هزینه پرداخت اجاره خونه و پیش پرداخت اون خونه که باید پرداخت میکردم به صاحبخونه که در واقع اینجا حضور داره از ایران. این هزینه ها رو من از ایران کردم که خب سایتی مثل چی کارت، الان یادم رفت، ایرانی کارت خیلی کمکم کرد. شما هم میتونید به اونا رجوع کنید، هزینه دیگه ای نداشت. برای منم تقریبا همین بود، هزینه ترجمه نداشتم چون ژاپن همه رو به زبان اصلی میخواد. هزینه ویزا با ایجنسی بود که شرکت از پرداخت کرد، از حقوق اول کم کرد و فقط هزینه محل زندگی بودش. البته بگم اینو حالا که گفتیم، تقریبا همه این هزینه ها رو شرکت برای من داد، ولی هستن شرکت هایی که نمیدن این هزینه ها رو، و به اضافه یه سری چیزها هم اضافه تر داشت که حالا مهم نیست، اونا تو چونه زدن میتونید اینا رو به دست بیارید. در مورد هزینه ها که گفتیم، چالشی در مورد ارتباط در محیط کار با زبان انگلیسی یا زبان دوم نداشتید؟ که من فکر میکنم یه خیلی راجع به این موضوع صحبت کردیم. کیوان میشه ویزایی برای مسافرت یا هر چی گرفت و به شرکت مراجعه کرد و مهارتمون رو حضوری پرزنت کرد و در نظرشون جلب کرد؟ تا قبل از کرونا این قضیه بود که شرکت های بزرگ میخواستن شما حضور پیدا کنید، به اصطلاحی دارن به نام آن سایت اینترویو، ولی شرکت های کوچیک نیازی نیست و فرقی نمیکنه که غیر حضوری باشه یا حضوری، همون تمام هنر رو باید توی همون لحظه ای که پشت اسکایپ نشستید به خرج بدید. شما چطوری بود کیوان؟ نه تقریبا اینجا حضوری میتونید بیاین، ولی مشکلی که داره اینه که اگه حتی پذیرش بشید حتما باید از کشور خارج بشید، این دفعه با ویزه کار وارد بشید. خیلی این هزینه بر بود و کسی به اون صورت انجام نمیداد و اونم که با شرط کرونا اصلا امکانش نیست دیگه.
همینا برای ما هم صدق میکنه. در مورد دورکاری با شرکت ها هم یه نیمی نگاهی میشه بندازید فعلا، که الان ما چیزی نداریم برای گفتن. شما دارید؟ کلا دورکاری اصلا میگم خاطر قوانین حالا مالیاتی ژاپن اصلا ممکن نیست. از لحاظ فرهنگی چه کاراکتر شخصیتی برشون قابل قبول تره؟ که فکر کنم کیوان جواب کاملی داد دیگه. درسته که برای مهاجرت باید حداقل حقوق مناسبی داشته باشیم. ایران منظورتونه یا اینجا؟ اینجا یه قانون حقوق کف حقوق داره که خب همه شرکت ها بهتون میدن، ایرانو نمیدونم دیگه، بستگی داره انقدی داشته باشید که بتونید هزینه های اولیتون رو بتونید پرداخت کنید. کیوان نظر شما چیه؟ دقیقا همین، اینجا هم دوباره کف حقوقی داره، فکر کنم 3,300,000 ین 300,000 ین در سال باشه و به جز اون دیگه هیچ محدودیت خاصی نیستش. از ارز دیجیتال برای انتقال پول به ایران میشه استفاده کرد؟ که آرش تقریبا کامل توضیح داد، من چیز اضافه تری ندارم. که اگر میشه یه بار دیگه بگو، چون فکر کنم بچه ها نشیدن توضیحاتی که تو دادی یا نه هنوز جوی نشده بود. باشه، آرش گفتش که ببینید میشه، راه کار نشد نداره، اما خب فرق بین این که شما 500 دلار 1000 دلار میخواید انتقال بدید یا 50000 دلار 100000 دلار. الان شما اصلا فارغ از اینکه ارز دیجیتاله، مبلغ از یه حدی بالاتر میره رو حسابتون فلگ میذارن، اگه از اون حدم بالاتر بره که فکر میکنم 50000 تا جز اون حد باشه، میان جلوتونو میگیرن یا حتی مصاحبه باهاتون میکنن، ممکنه حتی اگه بفهمن ارتباط با ایرانه حتی بلوکه کنن و داستانه این شکلی. ولی اینه نمیگم که امکانش نیست، نه من فکر میکنم باشن دوستانی که این کارام کرده باشن، راهش متفاوته که من بلد نیستم. اینجا هم که اصلا ارز، اینجا اصلا خرید ارز دیجیتال هم خودش خیلی سخته، کلا بانک های ژاپنی کم سنتی هن. میشه به تقریبا به شکل ایرانی، یعنی بعد از بانک های واسطه یا اینترنشنال واسه خرید ارز دیجیتال اقدام کنید، یا از اون جاهایی که میفروشن. اینه که خیلی کار راحتی نیستش. گفتم حالا شاید بزرگترین چالشتون در محل کار چیه، شاید بد نباشه خاطرم تعریف کنی سید. خاطره چالشمون بعض فرهنگ طبیعتا خیلی چالشه، ولی در کل چالش خاصی نداریم، ولی خب نیاز بود که چندین تا جلسه بذاریم توی تیممون که فرهنگای همدیگه رو بر همدیگه جا بندازیم و یه برآمدی از همشون در بیاریم، بگیم آقا ما برای این اسلوب جلو میریم که هیچ کدوم از تیم و خدای نکرده سوء تفاهم براش پیش نیاد. مثلا یکی از هم تیمیامون برداشت بعد از صحبت‌های من می‌کرد و به این نتیجه رسیدیم که آقا ایموجی من اگه بیشتر بذارم این برداشت بعد برطرف میشه، این بعد من تو همه پیامام 300 تا ایموجی میذارم که ای وقت خدا نکرده بعد برداشت نکنه. ولی میگم این تفاوت فرهنگی ممکنه برداشته بعد ایجاد بکنه، که خب سعی کنید ارتباط برقرار کنید با تیم لید، با پی ام، با سطح های دیگه که بتونید جا بندازید که آقا من فرهنگم اینجوریه، شما فرهنگتون اینجوریه، بیاین با هم دیگه یه چیزی از توش در بیاریم که هیچکی ناراحت نشه و همه شاد و خوشحال باشیم. حالا شما بگو. شاید بیشترین چالش هم این چالش ارتباطی باشه، حالا در یکم شکل متفاوت تر، اینکه تیم های خیلی زیادی دخیلن حالا در پروژه ما، اینه که ارتباط داشتن با این تیم ها، هماهنگ کردن و اطمینان حاصل کردن از اینکه مشکلی پیش نمیاد خیلی مهم باشه. این چالش ها زیاد داشتیم، اپلیکیشنی که شیپ کردیم و به مشکل خورده و حالا اپلیکیشن ریلیزش جدا، ولی این که مثلا خیلی تعداد زیاد 90% یوزرها کرش داشتن تو لانچ اپلیکیشن، از این مشکلات هم برخوردیم. خب دیگه پرسیدن یه تحریم، آرش گفت به خاطر تحریم نمیشه پول جابجا کرد، یعنی ریموت هم نمیشه کار کرد. واقعیتا از اینجا نمیشه ریموت کار کرد. من نمیدونم سه یه تفاوتی از اونجا هستن دوستانی که الان از دوستان من دارن تو ایران ریموت کار میکنن، اما این به این معنی نیست که سختی نداره، سختی خودشو داره، استرس خودشو داره و خب بعد راهاش هم به دست بیارید، اما شدنیه سخت. پرسیدن الان فکر کنم بیشتر منظور به من باشه، پول خوبی هم میدن برای اضافه کار یا مثل ایران بردهداریه؟ نه از ایران بدتره فکر کنم، بردهداری تمامه
40 ساعت در ماه هیچ پولی پرداخت نمیشه، بین 40 تا 80 ساعت یک پولی پرداخت میشه، ریت اضافهش 25%، ولی در کل اضافه کاری یه چیزی که انتظار میره. دیگه پرسیدن سوالات جالبتر یکم سلکت کنیم. پرسیدن سه روند چونه رو بگو که فکر کنم باید مقاله بنویسم. من میخواستم راجعش بنویسم. آره این خیلی اصلا مفصله، ولی برید سرچ کنید یه دونه نگوشیشن، جاب نگوش، آفر نگوشیشن سرچ کنید، انقدر دیتا میاره که شما اصلا نیازی ندارید دوباره مرور بشه راجبش. پرسیدن رزومه چگونه طراحی کنیم که ATS رو پس کنه. سایت های زیادی هستن که ATS انجام میدن، شما میتونید رزومه تون رو با اون سایت چک کنید تا ببینید چه نکاتی از توش در میاد. سه تجربه داریم. اون مقاله من هم به اگه بخونن، آره من مقاله که برای نوشتن رزومه نوشتم تو اونجا هم راجع به ATS صحبت کردم، میتونم اونم بخونم. ما از اون پرسن اقامت دائم ژاپن چجوریه؟ واقعیتا خیلی سخت نیست. ژاپن کلا از نظر اقامت یکم راحت تر میگیره، ولی خب درد سرهای خودش هم داره. حالا میتونید سرچ کنید تو سایت اداره مهاجرت، خیلی سایت کاملی دارن، همه مطالب رو توضیح دادن. سوال آره توضیح دادم، گفتم یه شرط خاصی داره که شرطش رو تو سایت اداره مهاجرت نوشتن. یه سری دو حالت داره میتونید، حالا امتیازی بیس هستش که زبان ژاپنی، دانشگاه در ژاپن رفتن، این چیزها رو امتیازش تاثیر داره، بدونم طول اقامتتون و شرایط استخدامتونه. ولی در کل یه پروسه ای که حالا میتونه به سرعت انجام بشه، بعد مثلا 2 سال یا 3 سال بگیرید، میتونه خیلی طول بکشه و بعد 10 سال اقامت دائم بگیرید. این یکم متفاوته شرایطش. خب یه سوال خاصی نیست، فقط همون سوال آخر نوشتن یه نفر واسه استخدام توی یک پوزیشن با چند نفر در حال رقابته. ببینید واقعیتا مهم نیست با چند نفر در حال رقابت هستید. ما رزومه هایی که میرسه به اون طرف محل مصاحبه شاید خیلی کم باشه، ما خیلی تلاش میکنیم اگه هر فردی نقطه قوتی داشته باشه بگیریمش، چون واقعیتا الان دیمندی که ما داریم بیشتر از اون عرضه‌ای که هست. حالا نمیدونم تو آلمان شرایط به چه صورت هست. نه آلمان که فاجعه است، یعنی به شدت نیرو میخوان، به شدت نیرو میخوان و کوچکترین نقطه قوتی توی هر فردی پیدا کنن میکنیش. سعی کنید فقط نشون بدید دیگه نقطه قوتت. اوکی دیگه بهداد سوال آخری اگه دارید یا... یه سوال اینجا پرسیدن، سوال خوبیه. آیدی هامونو بگیم، آیدی لینکدین و اینا. من توی یوتیوب کامنت کردم آیدی خودم ها. حالا شما کیوان آیدی تو بگو، یعنی که کسی باید کار داشته باشه چطوری میتونه پیدات کنه و چجوری باید ارتباط میتونه بگیره. منم اسم خودم هست کیوان اثباتی، کیوانو با آی نوشتم و حالا توی چنلم میذارم که بهداد بذاره با لینک کامل همه صحبتهایی که انجام دادیم و رفرنسهایی که به سایت های مختلف دادیم. برای منم گفتم توی یوتیوب کامنت کردم، میگیم آقا بهداد زحمتشو بکشه توی چنل فکر کنم جنرال یا یه جای دیگه بذاره، ولی بیانیشم wolvesnest.com بزنیدم سایت هم هست. خب بچه ها مرسی، ما این وسط تلفات زیادی دادیم، اسد از دست دادیم، یکی کی بود آرش از دست دادیم، من رو هم یک کوچیک از دست دادیم که باعث شد استریم هم دو تیکه بشه. الان کیفیت استریم به نظر میرسه بده، من اینجا دارم میبینم یه دونه فریم پر سکند بیشتر نمیره اونجا، ولی فکر نکنم مشکل از اینترنت من باشه، احتمالا مشکل از این سایت ری استریمه که داریم با کمکش یه سری کارا میکنیم. الان توشون ظرفیت شد. کیفیت خوب و فولیشیش و بچه ها اگه از سویتی نداده باشن به زودی یا شاید هم به دیدی واسه تون تو یوتیوب میذاریم، تصویرهای لوکالشون که از این کیفیت اینترنت رد نشده با صدای خوب اگه خراب نشده باشه،
و امیدوارم براتون مفید بوده باشه. امیدوارم خودتونم بیاید کمک کنیم این صحبت های مفید و مثلا مثل بقیه هم داشته باشیم. بعدم نمیاد اگه کسی داره ریموت کار میکنه فکر کنم جذاب باشه بیاد در کنار مهاجرت که امروز داشتیم در مورد ریموت کار کردن از ایران هم صحبت های مشابهی داشته باشیم، اونم میتونه جذاب باشه. صحبت های فنی و ارائه کلاسیکی اونم که همیشه هست همیشه میتونیم پیدا رو بودیم. این از این دیگه فکر کنم چرت و پرت نگم بهتر باشه. کیوان الان ساعت چنده؟ اینجا ساعت تقریبا 1:20 نصف شب. خوبه کیوانو اونم وسط زورش احتمالا، ما هم اینجا وسط شبمون بریم و خوش بگذره بتون دیگه. ممنونم. سخنی نیست. نه دست شما درد نکنه. بهتاد خیلی زحمت کشیدی. بذار ببینم آخرین صحبتات تو دیسکورد کسی کامنتی گذاشته. نگاهش به دبل پرینانی رو گفتم قبلا، برو یه بار دیگه سیم ببین. این وسط بگم اولا دستتون درد نکنه، واقعا خیلی زحمت کشیدید دیگه، سختیش از اینجا قابل مشاهده است. باز اگه سوالی بود من خودم چک میکنم یوتیوبو، بکنم بچه هم چک کنم، خودمون جواب میدیم. حالا بهتاد هم میتونه لطف کنه جمع آوری کنه، دوباره به صورت نوشتاری هم جواب میدیم که همه بتونن به راحتی دسترسی داشته باشن. خدافظی کنه. دست همگی درد نکنه. خوشحال شدم از دیدن همتون. دم شما گرم. خدا قوت. یا علی. خدا حافظتون.